از یک تعداد بزرگ شخصیت های ولسوالی شهر بزرگ به منظور ساختار یعنی تعمیر این وسط که شما ببینین یک گلماری 3.5 × 2.20 است، محل شستشو و تعقیم مواد برش در نظر گرفته شده که فکر و برنامه ای که دهی در نظر گرفته شده بزرگ. هدف از ساختاری اتاق فقط برای کمپیوتر لب و بودی تکنولوژی میدونیم در شرایط امروزی که شرایط تکنولوژی است، عصر تکنولوژی است، نیازی مبرمی جامعه را تشکیل میده. در قسمت ساختاری معارف دوستای ما از هر راهی که میتونن مطابق میلشان، مطابق ذوقشان، مطابق خواست خودشان. چوشم از پی علم باید گداخت، که به علم نتوان خدا را شناخت. هموطنان عزیز، بیایید به خاطر نسل نوین افغانستان و به خصوص مردم بدخشان یک جا با هم دست به دست هم داده تا نسل نوین این کشور را آباد بسازیم. بله هموطنان عزیز، من در یکی از مکانهایی هستم که نیاز جدی یکی از مکاتب های ولسوالی شهری بزرگ می باشد که درباره جا هم ما معلومات ها انشالله که همراه مدیر صاحب اینجا صحبت میکنیم و درباره این تعمیر که شما در تصویر میبینید، این تعمیر برای چی ساخته شده و همچنان چی نیازها در اینجا البته نیاز است که تکمیل شود و این بخاطر چی ساخته شده. انشالله که تا آخر برنامه شما بیننده برنامه باشین. مدیر صاحب سلام مجدد، خوب هستین؟ سیاد سلامت، زنده باشین. سلامت. نخست سوال ما است که مدیر صاحب میشه بگوین که تعمیر بخاطر چی و با چی مقصد ساخته شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول حضور شما را به موطئ مکتب لیسه ندیمی خوش آمدید میگم. سلام عرض ادب حضور شنوندگان و بینندگان محترم برنامه شما. مقصد از ساختار تعمیر، ایده ها و دیدگاهی که در رابطه با ساختار تعمیر وجود داره، منزل تحتانی ازی در 3 اتاق به منظور به خاطر لابراتوار و منزل فوقانی ازی برای اتاق کامپیوتر لب، اتاق کنفرانس های مکتب و همچنان اتاق پلانگذاری و برنامه ریزی و اتاق کمیته صحی مکتب ساخته شده. این بودجه که دهی ساخته شده و سهم گرفته از بودجه که تامین شده؟ خب طبیعتاً مکاتب شورا داره. شورای مکاتب یکی از وظایف شورای مکاتب مطابق پالیسی و برنامه های وزارت محترم معارف کمک به مکتب هاست و وظیفه یکی از وظایف شانیست که کمک های افراد اشخاص فیاض و ثروتمند را باید جلب بکنن، توجه از اونا را به این مکان های علمی از جمله مکتب جلب بکنن، از کمک های اقتصادی مادی و معنوی از اونا به منظور پیشرفت مکتب استفاده بکنن. با پیروی از دستورات لایحه‌ای و قوانین شورای مکتب، شورای مکتب لیسه ندیمی در سال 1400 هجری شمسی اقدام به ساخت یعنی تعمیر لابراتوار کردن و از یک تعداد بزرگ شخصیت های ولسوالی شهر بزرگ به منظور ساختار یعنی تعمیر مطالبه کمک شدن. بالاخره این نتیجه داد و در سال 1400 ماهی را آغاز کردیم. بنابر تحولات مشکلات های اقتصادی که از اثر کرونا و چیزها دامنگیری مردم شد، باز کاری از این به تعویق افتید، به کندی پیش رفت. امسال تقریبا 3 سال میشه که هنوز تکمیل نشده و بودجه از این از طریق شورای مکتب و مردم محل تهیه شده. 8 متر طولی از این سه و 3 متر عرض از این 8×3. این اتاق به منظور حفظ مواد لابراتواری است. به هدف از این طراحی شده که مواد لابراتواری در اینجا محافظت میشه، نگهداری میشه. مسئول لابرانت مکلفیت و مسئولیت حفظ و نگهداری مواد را در این اتاق داره و این وسط که شما ببینین یک الماری 3.5 × 2.20 است، ارتفاعش 2.20، عرضی از بری از 3.5 متر است. این الماری به منظور از این ساخته میشه که دو طرفه، هم از این طرف را داره و هم از دو طرف، هم به این اتاق هم به اتاق را داره. و وقتی که یک روز قبل معلمی مضمون برای معلمی لابرانت پرزه خدمه میتونه که من فردا در این ساعت تجربه دارم، معلمی لابراتوار مکلف است که مواد مورد ضرورت در الماری ویژه مو مضمون که ریاضی است، فیزیک است، کیمیا است، از این طرف میگیره جابجا میکنه و در اون ساعت معینه معلمی دارای تجربه میای از اون طرف میگیره و با شاگرداش تجارب خود انجام میده. بالاخره پس مواد در اون الماری مربوطه میمونه و باز میروند. معلمی لابرانت مکلفیت داره که این مواد
بگیره، هر کدامش در جای خودش بمانه. در صورت نیاز به تعقیم داشت، اتاق پهلوی که ما شما میبینیم محل شستشو و تعقیم مواد برش در نظر گرفته شده که اونجا به طور 24 ساعته است، ذخیره آب مکتب آب وصل شده، شاور، نل، شیری آب وجود داره و از اونجا میتونه که به منظور تعقیم مواد استفاده بکنن. و اتاق که شما قبلا سوال کردین، اتاق دراز 12 متر طولش است و 4 متر عرضی عزیزه که همزمان میتونه 60 نفر شاگرد ای ببره. ولی ما برای 40 نفر با در نظر داشتی میزی تجربه برای 45 نفر را دیزاین کردیم، ترتیب کردیم، 12 در 4، 45 نفر همزمان بسیار به سهولت میتونن به این اتاق بیاین، تجارب خود انجام بدن و باز بسنفشون برون. بسیار خوب، میرم اتاقای بالا هم سر میزنم یک بار میبینیم و درباره اتاقای بالا هم معلومات بدین به بینندگان عزیز و ان شاءالله که روی هم صحبت میداشته باشیم. این مواد است اینجا. اینجا فرمایید. اتاق خرطرکی، این اتاق خرطرک شما میبینی، اتاق به منظور محل تعقیم مواد در صورت نیازمندی تعقیم او داشت. اینجا میان شستشو میکنن، آب وصل است و این گوشگاه که شما میبینین در صورت ما نیاز به برق پیدا کردیم و برق مکتب تامین کرده بتونیم، برق می تعمیر تامین کرده بتونیم، از این گوشگاه که به گونه مثلث در نظر گرفته شده باز به منظور تامین برق و جابجایی بطری کار میگیریم. از بیننده یک جا با هم میبینیم و دوباره جا هم معلومات بده مدرسه که طبقه دوم به خاطر چی ساخته شده. از همین شروع میکنیم. این اتاق است. طبقه دومی که ببینین به شکل زوزنقه تقریبا در نظر گرفته شده، دارای یک الماری هست، الماری دو متری در دو. این اتاق برای کمیته صحی مکتب مطابق به فیصله مجلس معلمین باید برای کمیته صحی مکتب یک اتاق ما می ساختیم. در مجلس معلمین فیصله صورت گرفت که یک اتاق باید برای کمیته صحی مکتب ساخته شود و 9 متر حدود 9 متر مربع هست که ما همین 9 متر مربع را مطابق فیصله مجلس برای کمیته صحی مکتب در نظر گرفتیم. خیلی خوب. اینجا یک چپرکت دیزاین شده و اینجا دو چوکی، اینجا یک طرف دیزاین شده، دو چوکی هم یک طرف دیزاین شده، یک چوکی و یک میز اینجا دیزاین شده برای مسئولیم و کمیته. اعضای کمیته ما 5 نفر است و این الماری دوی در دو که میبینین به منظور حفظ مواد دی کمک های اولیه استفاده کار گرفته میشه. بسیار خوب، میریم اتاق بعدی هم بیان بینندگان عزیز. و این هم خیلی یک اتاق کوچک و آخر دیگه ای است که ببینید اتاق هم به خاطر چی استفاده میشه، مدرسه معلومات بدین. این اتاق از لحاظ ساختار فیزیکی خرد است، یا همچنان نوعی در نوع هست، ولی مطابق فیصله مجلس و ایده و فکری که در مکتب وجود داره، اگر خود وسطی از این خرد است، فکر و برنامه ای که دهی در نظر گرفته شده کلان است. اتاق به نام اتاق پلانگذاری یا اتاق برنامه ریزی و به یک تعبیری بزرگتری دیگر نام یزیر مجلس معلمین اتاق فکر نامگذاری کرده گیستن. خیلی خوب. و اتاق فکری مکتب است که تمام پلان ها و برنامه های مکتب من بعد در همینجا طراحی میشه، ترتیب میشه، دیزاین میشه و از لحاظ ساختار هم نسبت به سایر تعمیرات مکتب ارتفاع داره، بلندی داره و در سطح بالاتر قرار داره. اتاق فکر خیلی یک نام خوب هم انتخاب کردن، اتاق فکر. و اتاق بعدی که آخرین اتاق است و خیلی اندازش هم بزرگ است، در برای جمع معلومات بده مدرسه. این اتاق قسمی که شما میبینین ساکیت ها بیشتر در اینجا در نظر گرفته شده. این اتاق 15.5 متر، 15.5 متر طولی عزیز و 4 متر عرضی عزیز که ما هدف از ساختاری اتاق فقط برای کمپیوتر لب و اتاق کنفرانس های مکتب کار گرفته میشه. بسیار خوب. و چقدر میتونه که به نظرت یک مکتب به این چیزایی که شما معلومات دادین از قبل لابراتوار و همچنان کمپیوتر لب است، چقدر میتونه در بخشی البته رشد شاگردان مکتب این مؤثر باشه؟ تا حال خودتان اوقدر زمینه خوبی را البته ندارین که به شاگردان این بخش را بر شما حیا بسازین. خب دقیقا تجاربی که ما از محیط اکادمیک داریم، داشتن این رقم تعمیرها و داشتن اتاقای کمپیوتر لب، داشتن لابراتوار، داشتن کتابخانه که کتابخانه و لابراتوار و کمپیوتر لب در مکتب به مثابه روح در یک پیکر است. مکتبی که لابراتوار نداشت، مکتبی کتابخانه و لابراتوار مجهز نداشت، مکتبی کمپیوتر لب نداشت، در واقع تحرک و انگیزه ای در اون مکتب وجود نداره.
اگر دولت مدارا و قدرت مدارای ما میخوان که معارف رشد بدن، ما باید بالای لاب در مکاتب طوری ویژه، طوری خاص، بالای لابراتوار، بالای کتابخانه، بالای کامپیوتر لب توجه خاص باید داشته باشیم که کامپیوتر با تکنولوژی ارتباط مستقیم داره. بودی تکنولوژی میدونیم در شرایط امروزی که شرایط تکنولوژی است، عصر تکنولوژی است، نیاز مبرم جامعه را تشکیل میده و بدون مطالعه، بدون کتاب میفهمیم که حیات معنوی ما دچار صدمه میشه. کتاب و مطالعه بسیار ارزش حیاتی در زندگی ما شما داره و لابراتوار یکی از فاکتورها و گزینه های اساسی ستون فقرات مکتب است. دقیقا همین رقم است. و چقدر کاری پیش رفته به نظر شما؟ کاری ازی در حدود تقریبا 60% پیش رفته. 60%. 40% دیگه کدام بخش مونده که ناتکمل است و به چی نیاز است که بخیر تکمیل شود؟ این سیستم برقی ازی مگونه ای که لازم است باقی مونده در حدود برزشی تقریبا مطابق کمیته مربوطی که مطابق نرخ گرفته برزشی تقریبا 150,000 افغانی نیاز است که در دروازه و کلکین و الماریا و شیشه های باقی مونده ازی باید تامین شود. و دیگه مسطح ازی مونده، گروپی ازی مونده، برق مونده، رنگ و رنگ مالی و گچ گرفتن چیزای ازی هنوز باقی مونده. وقتی که بخیر و تجهیزاتی که برای لابراتوار نیاز است، برای اتاق کامپیوتر لب نیاز است، میز چوکی نیاز است، این تجهیزات باقی مونده. به یاری پروردگار آهسته آهسته ما پیش میریم. دقیقاً. و بخیر این تکمیل شوه به نظر شما چقدر میتونه که رشد و ظرفیت شاگردان لیسه ندیمی را بالا ببره؟ ما و معلمینمون برای مردمون متعهد هستیم، چی در گذشته و چی در حال، با پیروی از دستورات حکومت داریمون با تمام قوت خود، با تمام نیرو و قوت بشری که داریم در اختیار مردممون قرار داریم، تلاش میکنیم برای رشد معارفمون کار بگیریم، از استعداد و توانایی پرسنل مامورین خود استفاده بکنیم. بدون شک ساختار این تعمیر برای رشد استعداد شاگرده های ما نقش بسیار اساسی و کلیدی داره. مطابق ارزیابی و پیشبینی که ما داریم میتونیم ما از این بسیار استفاده معقول و درست بکنیم به منظور رشد استعداد شاگردامون. خب سابق لیسه ندیمی لابراتوار داشت مجهز باشه یا که شاگردان به این مشکلات اینا دچار بودن؟ بله، از طریق ارتقای کیفیت معارف در سالهای 1389 1390 یک قسمت مواد به عنوان لابراتوار برای مکتب لیسه ندیمی در نظر گرفته شده بود که ما استفاده کردیم، ولی آلی مواد یک قسمتش تاریخش تیر شده و یک قسمتش خلاص شده و یک قسمتش استلاک شده و سامان و وسایل ازی صدمه دیده در اثر انجام تجارب. ما از دارای یک لابراتواری از لحاظ مواد و سامان دارای یک لابراتواری بسیار ضعیف شاید در سطح بدخشان باشیم، اما این تعمیر در نظر گرفتیم. امیدوار هستم که ما بتونیم یک لابراتوار مجهز و نمونوی در سطح بدخشان داشته باشیم. اما قسمی که تعمیر ما شاید در اکثر مکاتب بدخشان نباشه، ما با تمام قوت تلاش میکنیم که لابراتوار ما در سطح بدخشان نمونه باید باشه. چه انگیزه باعث شد، چی را دیدین که شما رنج بردین که خواستین که در پلوی لابراتواری که خودتون گفتین اندک کوچک باشه، کوچک بود و استفاده میکنین بخواین یک لابراتوار دیگه قسم جور کنین و هم با حمایت و البته همکاری مردم؟ ما و معلمین محترم لیسه ندیمی، پرسنل با عزت لیسه ندیمی که پیوسته در جلساتشان بالای بحث میکردن، گفتگو میکردن، با درک مسئولیت و رسالت که در قبال ساختار معنوی مکتب و در قبال رشد استعداد شاگرداشان داشتن، پیوسته زمزمه میکردن که باید ما بالای لابراتوار، کتابخانه و کامپیوتر لب مکتب پیوسته توجه داشته باشیم. این زمزمه ها و گفتگوهای استادای بزرگوار یکی از عوامل اساسی و انگیزه مهمی ساختاری همی تعمیر است که مو بزرگا میگن که انسان ها همانی میشوند که با آن میاندیشند. ما بسیار زمزمه کردیم، بسیار اندیشیدیم، بسیار فکر کردیم و بسیار گفتیم که بالاخره این به همی عمل تبدیل شد. و بالاخره یکی از روزهای زمستانی ماه حوت 1399 بود که یک چند تا جوان های محیط استاد اسدالله بخانی بیدار که در تصویر وجود داره، مویبلای رستازاده، کسی دیگر به نام عبدالرحمن دیقان میگن، امین الله جویا،
اینا آمدن در شعبه ما در مکتب همونجا شیشتیم و بسری این مسائل بحث گفتگو داشتیم. باز اینا عاملی بسیار مهمی که این بحث جامعه عمل پوشید و بالای ما این مسئولیت بار شد همینا بودن که با یک ترفند نیرنگ عجیبی گفتن ما همی ریگ شما میاریم. این ما ایتا فکر کردن که همی ریگ ها که آوردن تعمیر ساخته شد دیگه بسیار باری و ازمین همیست. یک چند پیکاب ریگ آوردن به ارزشی 3-4 هزار افغانی در ریگ بری ما آوردن. ما فکر کردم که تعمیر ساخته شد. باز اینا اونمو کار کردن خدا خیرشون بده. وقت که ریگ در باوتای مکتب آمد ما و معلمین محترم لیسه نهدیمی با شورای اولای مکتب اینا همه باز برمون یک انگیزه یک سوژه عملی پیدا شد. اقدام کردیم یک تعداد دوستایی که در داخل و خارج داشتیم با اینا پیام دادیم که همین رقم یک برنامه هست شما یا سم میگیرین علاقمندی دارین. با بسیار دیده قدر استقبال کردن علاقمندی نشان دادن که بعد ما کمک های از اونا رو دریافت کردیم و او کمک ها سبب شد که ما ایره تاوالی به این حد رساندیم. بعضی عوامل چالش های وجود داره و بمیان آمد که ما یک قسمت کمک ها رو دریافت کرده نتانیسیم به دلیل این شرایط اوضای کرونایی و یکان تحولات سیاسی که در کشور آمد. میفهمیم که از دوستای ما که در بیرون از کشور هستند توقعی فامیلاشون از افغانستان بسیار زیاد است از اونا. یعنی یک کسی که در ترکیه اگر وجود داره بعد یقل 10 فامیل از او توقع داره که باید نان به دست بیاره از طریق از او امرار حیات بکنه. این موضوعات سبب شد که باز ما کمک های از اونا رو به گونه لازم دریافت کرده نتونستیم. تا بال کمک هایی که ما دریافت کردیم تقریبا در حدود 84 نفر برای ما کمک کرده و بودن کسایی که خودشان جنسن کار کردن. مثلا این 6 کلکینی که شما میبینید در همین اتاق ساخته شده به ارزش 60,000 افغانی توسط خدابخشان یکی از دوستای فرهیخته همین محیط است در کانادا زندگی میکنن. همین 6 کلکین خودشان ساختن و خودشان آوردن اینجا نصب کردن. بارسی 43,000 افغانی کلکین و دروازه ای که در منزل زیر دیدین از کریم الله خان کویار از قریه کاتوک است که در انگلستان زندگی میکنن اونا ریختن و همین پول به همین رقم ساخته شد و آوردن در اینجا نصب شد. و کسایی که از بیرون برای ما دو یک دوستا کمک کردن اینجرس فرهاد انوری از امریکا برای ما کمک کردن، فیض محمد خان از ایران کمک کردن، اینجرس فضل رحمان از جرمنی برای ما کمک کردن که از قریه در ایزاران است، آجی صاحبی فرید از قریه جیگانی هستن که از ترکیه برای ما کمک کردن، اسد جان از قریه کول است که از امریکا برای ما کمک کردن، جمشید جان از قریه سمرغ است که از جرمنی برای ما کمک کردن، تمین جان از قریه جیگانی است که از امریکا کمک کردن، محمد صابر خان از خردکان است که از کانادا کمک کردن، خدابخشان خی کلکینا را ساخت از خردکان است کمک کردن، کریم الله خان یادآور شدیم. اینا کسایی هستن کمک کردن. و آقای محمد یونس مرادی در واقع یکی از بانیا و بنیانگذارای همی تعمیری که فعلا ما ساختیم، محمد یونس مرادی یکی از همکارای همیشگی و دائمی ما هستند و در تدابگذاری، در ساختار، در طرح و در ساختاری ازی، در انگیزه ساختاری ازی نقش بسیار اساسی دارن. آدمی معارف دوست شدیدن علاقمند است و ساختار اینمی رقم تعمیر و به معارف بسیار علاقمندی خاص داره. اونا برای ما واقعا کمک کردن. جا داره که از اونا یک تشکری ویژه و سپاسگزاری ویژه بکنیم. زمینی از این کمک های نقدی خوبی برای ما کردن. اونا همچنان توری دوامدار با دوستا تماس گرفتن، برای دوستا انگیزه دادن، از دوستا توقعی کمک کردن. همی چند 11 نفر را که من نام گرفتم اکثریتش پیامی هم اونا سبب شده که برای ما اینا، یعنی پیام ما را اونا برشان رساندن، یونس خان برشان رساندن که باز برای ما کمک کردن. و دیگه مولوی فضل الله حنیف ولسوالی برحال و فعلی ولسوالی شریفزاد یکی از شخصیت های معارف دوست، فرهنگ دوست که ما رابطه شخصی هم برشان داریم، رابطه قومی هم داریم، از گذشته و حال با ما بودن و هستن و علاقمند شدید معارف هستن. اونا برای ما کمک بسیار فوق‌العاده کردن در ساختار تعمیر، زمینی که دوستا را تشویق کردن به ارزش 40,000 افغانی پیسه نقد و 50 خریطه سمیت در اختیار ما قرار دادن و وعده های کمک های دیگه هم دادن برمان. امیدوار هستیم کمک اونا رو در بعدی ها هم دریافت کنیم. از جناب ولسوال صاحب مولوی فضل الله حنیف هم اظهار سپاسگزاری و قدردانی میکنیم. ضمن حمایه حکومتداری ما شخصا کمک های مادی شان همچنان به ارزش 40,000 افغانی و 50 خریطه سمیت دریافت کردیم. خیلی خوب، زنده باشین، سلامت. در پایان هم خواست و توقع شما از کسایی که شما را بیننده هستن و میبینن و چی تقاضا دارن از اون کسایی که دستشان میرسه و کمک میتونه کردن کمره ما در خدمت. خب ما همون قسمی که در ویدیو قبلی هم از دوستا تقاضا کردیم
ما اهل معارف هستیم و همه مردم ما اهل معارف است. دقیقا. طبیعتا شرایط و اوضاع گذشته کشور ما یک تعداد اگر از نعمت سواد محروم ساخت، به معنای از این نیست که اونا به سواد و به علم و معرفت و دانایی علاقه نداشته باشند. همه مردم ما به خواسته های ما پاسخ مثبت دادن و علاقمند هستند به ساختار معارف. از یکی بسیار علاقمندی شدید به معارف وجود داره. بازم یک بار دیگه از تمام دوستان، چی در داخل چی در بیرون، کسایی که هموطنی ما هستن، اهل معارف هستن، و خصوص کسایی که در معارف شهر بزرگ از لیسه ندیمی فارغ شدن، از لیسه ندیمی درس خوندن، در مواطع شهر بزرگ درس خوندن، زحمت کشیدن، از اونها توقع ما است که به خاطر ساختار معارف از هر گزینه ممکن استفاده بکنند، از هیچ نوع تلاشی دریغ نوردن. معارف شما میفهمین چندین گزینه و فاکتوری که برای ساختار یک معارف پویا و قدرتمند نیاز است. یکی از او لابراتوار است، یکی از او کتابخانه است، یکی از او کامپیوتر لب است، یکی از او کتاب است که ما امیال کتاب هیچ نداریم، مطلق کتاب نداریم. پرسونل معلمین که ما امیال 35 پرسونل داریم و نیاز به 6 7 پرسونل دیگه، 6 7 معلمی دیگه نیاز داریم که باید 10 سال آینده 1403 صفهامونه مدیریت بکنیم. کتاب نداریم، کتاب کم داریم، پرسونل کم داریم. خب اینا مشکلات هایی است که نمیشه از طریق خاص ما رفع شوه، اما در رابطه با ساختار اینمی تعمیر توقع ما است که هر نوع توانی که دارن، از هر گزینه ای که میتونن برای ما کمک بکنن، از همون گزینه استفاده بکنن. توسط نماینده‌شون میشه، توسط خودشون میشه، امکانات پلیس، امکانات مادی، معنوی، هر نوع کمکی برای ما کرده میتونن. شرایط فعلی ایجاب میکنه که ما را تنها نگذارن و ما هم برشون تعهد میسپاریم که به خاطر رشد معارف از تمام توان خود استفاده میکنیم. من مطمئن هستم اون معارفی را که دوستای خیرتمند ما و اهل خیرت ما و مردم ما از ما توقع داره، با کمی هایی که از جانب ما ناشی از عوامل و پدیده های منفی محیط، عوامل و پدیده های مؤثر محیطی وجود داره، ما نتونستیم اون یک معارف تحویل جامعه بدیم. ما نتونستیم اون رقم یک شاگرد تربیت بکنیم که حداقل برای ساختار افغانستان 100% مفید و مؤثر باشه. اما با او پیمانه هم به نتیجه نیست که قطعا مایه یأس و ناامیدی ما شوه. دقیقا. امیدوار هستم در آینده ما بتونیم این خلا را با همکاری دوستا رفع بسازیم. مشخصا پیام ما است که در قسمت ساختار معارف دوستای ما از هر راهی که میتونن مطابق میلشان، مطابق ذوقشان، مطابق خاص خودشان، به کدام طریقی که خودشان میخوان برای ما کمک بکنن. انشالله بخیر. اگر ما بودیم نبودیم برای معارف کمک بکنن. انشالله بخیر. سلامت باشین مدیر صاحب. امیدوارم که هموطنان عزیز که در رأس هستن و همچنان کسایی که کمک کرده میتونن بازم بیننده برنامه هستن و مدیر صاحب همکاری کنین. مدیر صاحب یکی از انسانهایی هستن که واقعا در قسمت معارف و همچنان اهل علم ولسوالی شهر بزرگ توجه بسیار زیادی کرده و همچنان هموطنانمون که زیادش از لیسه ندیمی ولسوالی شهر بزرگ هم فارغ شدن، اگر توان دارین و خارج از کشور هستیم کمک کنید تا بتونین که طفلایی که تازه به خیر وارد مکتب میشن، کسایی که صنف 11 12 هستن، مطمئن هستم که با کارهای عملی اشد نیاز دارن. امیدوار هستم که دایره هم شما کمک کنین و ما اگر خواستین گفته مدیر صاحب به هر گونه که خودتون دوست داشتین به همون میتونید که کمک کنین. ما در خدمت شما هستیم. 796-620-803 هم شماره واتساپ ما هست، میتونید که کمک کنین. باز هم منتظر کمک های شما اعضای بیننده هستیم. این بود برنامه که به شما اعضای بیننده تقدیم کردیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما.